دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز لذات پایانی برنامه صبح زندگی با شما هستیم در این بخش همچنان مهمان خیلی گرامی داریم موضوع خیلی مهمه می خوام با شما شریک بسازم در رابطه با بردارداری مدرن که در همه کشورهای روی زمین از جمله افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد امروز تعداد زیادی از جوانان و کودکان ما در در دام بردارداری مدرن افتادند با ما به تا ما بنیاد با بیا تلویزیون آریانا آریانا نیوز آریانا اف ام به این مشکل نگاهی دق... دقیق تر بندازیم در این بخش مهمان خیلی گرامی هم داریم رستم احمد دلاور کارشناس حقوقی با ما در رابطه بررسی کارهای اجباری از نظر حقوقی صحبت می‌داشه باشه بیشتر در این باره ما را همراه باشه جناب علوار صاحب سلام صحبتون به خیر خوش آمدید به برنامه ما ارج سلام خدمت شما احمدی صاحب بزرگوار و تمام دوستانی که همین اکنون که آریانا ما را بیننداست سلامت باشید سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید برادران ما بر در دوری در همه کشورهای روی زمین از جمله افغانستان تحت تاثیر قرار داده و ما هم با سیم در به کارهای اجباری صحبت بکنیم که امروز در افغانستان به خصوص نسل نوین یا نسل جوان ما در دام خود انداخته واقعا ناراحت کننده و مایوس کننده هست بیایم در رابطه با کارهای اجباری از نظر حقوقی که چی تعریف دارد از شما بدانیم احمدی صاحب بزرگوار در هفته قبلی ما در رابطه با مفاهیم کار اجباری با دوستان خود برنامه داشتیم در این هفته ما کار حقوقی را از نقطه نظر حق... کار اجباری را از نقطه نظر حقوقی به بررسی میگیریم کار اجباری از نقطه نظر حقوقی تعریفی که به کار اجباری میته عبارت از هر عمل یا هر کار که خلاف میل و رغبت و اراده یک فرد باشه یعنی به شکل جبر و زور و با آزار و اذیت یک فرد وادار به انجام یک کار بکنن از نظر حقوقی در تمام کشورهای دنیا تعریف کار اجباری این است که اراده و مایل یک فرد به خاطر انجام یک عمل زیر سوال ببره <applause> یعنی به شکل جبر توأم با و بالاخره آزار روانی آزار جسمی یک فرد و وادار به انجام یک عمل بکنه که او فرد هیچ گونه رغبت و مایل و اراده در انجام او کار نداشته باشه بررسی از نقطه نظر قوانین بین المللی چی از کارهای اجباری احمدی صاحب سوال, سوال بسیار جالب برای شما مطرح کردین در تمام دنیا در تمام کشورها کار اجباری من حیث یک جرم پنداشته میشه و جرم شده در کنوانسیون های بین المللی و در سازمان های بین المللی اگر ما بررسی و مطالعه داشته باشیم از جمله سازمان جهانی کار یا سازمان بین المللی کار در مواد 22 الی 34 خود با گفته که تضمین به خاطر کار اجباری وجه موجودیت داره و تمام کشورهایی که عضو او سازمان است ترغیب و تشویق کردن که در قانونهای داخلی خود کار اجباری را جرم جرم بپندارن و ضمانت اجرای خاص را در قانونشان ایجاد بکنه چون این کار اجباری از یک طرف خطرات بسیار جدی را به طبقات آسیب پذیر مثل اطفال و زنان داره و از نقطه نظر دیگه جامعه را به قحقرهای بدبختی می از این نقطه نظر در بین المللی ما کار اجباری را منحص جرم جرم انگاری کشور کشورهای آسیایی هم عضو بودند بله بله من جمله ایران بسیار زیاد سخت یک روی کرد سخت در قبول داره در ایران کسی که یک شخص را وادار به کار اجباری بکنه هر روز باید اق... اک... یعنی معاش متعارف برایش پرداخت بکنه و از تقریبا در حدود یک سال هم او برایش زندان یا جرم یا جزای زندان برایش مد نظر گرفته شده و به شکلی که مختلف در قبال این مسئله بسیار یک روی جدی دارن چون خطرات ازی در جامعه بسیار زیاد جدی است کارهای اجباری از نقطه نظر داخلی کشور ما افغانستان از چه قرار است با وصفی که ما و شما شاهد هستیم اطفال دوز داشتنی ما و شما به کارهای اجباری سوق داده شدن جوانای ما نوجوانای ما این موضوع یک موضوع خیلی مهم است موضوع برد. خیلی حاد است که خیلی از های ما بفهمند نه تنها در پایتخت سایر ولایات قرا و قصبات خیلی از این محروم ماندن نمیدانند و نمیفهمند که کارهای اجباری چی هست و چرا بالای ما صورت میگیره بله احمدی صاحب بزرگوار شما نقطه بسیار جالب را اشاره کردید در قوانین داخلی افغانستان و جرمنگاری صورت گرفته و کار اجباری من صورت گرفته و ممانت واضع و سراحتا این کار من صورت گرفته ولی مشکل در تطبیق است و مشکل در نظارت است ما یک زمانت جرای بسیار قوی در قوانین داخلی خود بر کار اجباری نداریم ولی از نقطه نظر حقوقی خصوصا حقوق کار افغانستان در حقوق کار افغانستان اگر ما یک بررسی داشته باشیم کار که توان با جبر باشه و اراده فرد زیر سوال ببره خاصتا یک طبقه بسیار آسیب پذیر که بارد از کودکان و زنان که بازی جماز یک مفهوم از بنامه مدرن یا کار شاقه ام. کودکان ایج یعنی یعنی یک تحلیل در قبال انجام یک نداره اونا بیشتر شکار مادیگرایان اح. میشه یعنی در جامعه متاسفانه امروز ما یک طبقه بسیار داریم که کار میکنن هدف از اون فقط پول است و هیچ گونه یعنی یعنی نمی مبحثی که طبقه کودک یک طبقه بسیار آسیب پذیر است این برشان مطرح نیست و از این نقطه نظر در قانون قوانین داخلی افغانستان قانون کار و قانون تنظیم امور اجتماعی کار اجباری من صورت گرفته ولی متاسفانه در قوانین جزایی یک زمانه جیرای بسیار خاص و قابل ملاحظه را ما با تاسف نداریم آه. که مسئولیت دولت در این قسمتی است که یک زمانه تجاری بسیار دقیق داشته باشه و دوم دیگر طرز عمل های بسیار مشخصه متاسفانه متاسفانه ما تا حال به شکل واضی نداریم آه. یک ویدیویی که در دنیای مجازی دست به دست هم میشه شاید شما هم دقت کرده باشین یا دیده باشین. کودکی از حدود 10 تا 12 سال در ولایت دایکندی سه گوسفند که از پیشش گم میشه شاید هم تقصیر کودک نباشه اما لاتکو به شکنجه شده باز بالاخره در طویله زندانی شده که نیروهای امنیتی رفتن در اون طویله داخل شدن خاصن کودک نجات بدن این ای موضوع خیلی ناراحت کننده است ما اشاره کردم که شاید در پایتخت کمتر اما در قرا و قصبات و ولایت و امثال از این خیلی کسای دیگه هم شاید همین گونه زجر داده شوه و وادار به این شده باشه کارهای اجباری را پیش بره بدون شک احمدی صاحب بزرگوار متاسفانه در افغانستان کودکان اموره در 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 قربانی, بله قربانی بودن و این مسئولیت بسیار جدیه جامعه است چون هر چه قدر که فضا سازی شوه برازی که جلوگیری صورت بگیره خوشبختانه امروز تلویزیون و آریانا با ارائه چی برنامه ها میتونه زینه سازی بکنه چون هر چه که زینه سازی صورت بگیره مردم دیگه آگاه میشه بله. و بالاخره اینمی آگاهی مردم به اگنه و دولت وادار میکنه که زمانت جرای جزایی قوی تر را در قبال عمل اه 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 یعنی تنظیم بکنن و این بسیار زیاد مهم است خیلی سپاسگزار هستم آقای رستم احمد لاور کارشناس حقوقی از که دعوت ما را میپذیرین بعد داریم. خیلی یک موضوع مهم است که باید هموطنان ما بخش کودک جوانان و جوانان بیشتر پی ببرن و بشنون و بدانن که حق مسلمشان کار اجباری نیست بدون خیر باشه سلامت باشین زنده باشین احمدی صاحب بزرگ لطف کردید خوش آمدید سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده صحب زندگی هستین در حال حاضر وقفه دوباره برمیگردیم با ما همراه باشید با بصیر حبیبی بخصوص